درود فراوان خدمت شما نازنینان هم میهنان فارسی زبانان و بینندگان عزیز این رسانه دیداری در جای جای جهان پهناور بعد از مدتی توقف در برنامه های این جانب به دلیل مشکلاتی که داشتم امروز سعادت مجدد پیدا کردم تا در خدمت شما عزیزان باشم در آغاز این برنامه اشاره ای دارم به یکی از مباحث روانشناسی و آنچه را که الان برای شما عزیزان مطرح می کنم نتیجه تفکر خودم هست و با تفکر به این نتیجه رسیدم یک اصطلاح غلط در روانشناسی مورد استفاده قرار می گیرد و آن کودک درون است وقتی تعمق کردم و تفکر از خودم پرسیدم چرا میگویند کودک درون چگونه است که این کودک درون گهگاه به انسان دستور میدهد که چه بکند و چه نکند بازگشتم به تئوری کارل گوستاو شاگرد فروید و مبحثی که برای شما عزیزان قبلا مطرح کردم که همان گونه که طبق تئوری پاولوف ژنها منتقل میشند از والدین به فرزندان کارال گوستابیان معتقد های مغز هم که حاوی اطلاعات هستند از والدین به فرزندان منتقل می شوند و در این ارتباط شما مثالی زده که من به طور مختصر به این مبحث اشاره میکنم چون قبلا کاملا در این مورد صحبت کردم مثالی زده که فرزند شما به جای میرید برای اولین بار میگید مثل اینکه من اینجا رو قبلا دیدم در صورتی که شما ندیدید و پدرتون دیده یا پدر بزرگتون دیده و این به اصطلاح فوتون مغز که حاوی این اطلاعات بوده و فیلمبرداری کرده از اون منظره از پدر به شما منتقل شده و حالا با رفتن به اون مکان فایل مربوطه در مغز شما باز شده و فکر میکنید که قبلا به اینجا آمده بودید در صورتی که هیچ وقت اونجا پا نگذاشته بودید پس بنابراین به این نتیجه رسیدم که آنچرا که کودک درون نام نهادن در واقع همین فوتون هایی هستند که از پدران ما به ما به مغز ما منتقل شدند و در زمیر ناخداگاه جا دا جای دارند و زمانی که محیطی مناسب و شرایطی مناسب میابند از زمیر ناخداگاه به زمیر آگاه منتقل می شوند و روانشناسان نام آن را کودک درون گذاشتند در حالی که آنچه از پدران به ما می رسد در واقع نتیجه سالها تجربه سالها زندگانی است و چگونه آنچه در بایگانی پدر من یا پدر بزرگ من بوده را ما به کودک نسبت دهیم او کودک نبوده است در سنین جوانی یا مسنی فرزندی پیدا کرده است و این اطلاعات را به او منتقل کرده است حال چرا از نظر روانشناسی آن را کودک درون به اشتباه خطاب می دلیل آن واضح است ببینید برای مثال انسان های اولیه برهنه بودند و آزاد به مرور زمان تکامل یافتند و از تنپوش استفاده کردند و امروز مثل بنده و جنابالی یا هر شخص دیگری ملبس به لباس خاصی هستند حال اگر فردی مشروب بیش از اندازه بخورد این مشروب چون زمیر آگاه او را به خواب موقت فرو میبرد یا به قولی از کار می اندازد و زمیر آگاه که به ما می گوید کدام عمل خطاست کدام عمل جایز است نمیتواند تصمیم گیری کند و در خواب است زمیر ناخداگاه محیط را مناسب میبیند و آنچه را که دوست دارد میخواهد انجام دهد فعالیت خود را آغاز میکند و ممکن است فردی که مشروب خورده به ناگهان برهنه شود و همه را به تعجب وادارد خب او خجالت نمی کشد چرا برای اینکه انسان اولیه از برهن بودن خودش شرمی نداشته است و این فوتون از نسل های اولیه یعنی از آبا و اجداد انسان به انسان منتقل شده و اکنون به زمیر آگاه آمده یعنی فوتون مغزی که حاوی اطلاعاتی درباره بشر اولیه بوده فعالیت خودش را آغاز کرده پس آنچه بر زمیر ناخداگاه اثرگذار است و او را محدود به فعالیت می کند زمیر آگاه است که در واقع سلب آزادی از زمیر ناخودآگاه می کند بنابراین ما به جای اصطلاح کودک درون چنانچه کودک بالغ را به کار ببریم به اعتقاد بنده اصطلاحی مناسبتر است چرا که این کودک نیست آنچه در حافظه و زمیر ناخداگاه ما هست کودک که تفکری ندارد این شخص بالغ است که تفکر دارد بنابراین این فرد بالغ درون آغاز فعالیت می کند و به اشتباه آن را کودک درون می نامد. حال این بحث را می توانند اساتید محترم مورد بررسی قرار دهند و نقد چنانچه به نتیجه مثبت رسیدند از اصطلاح کودک درون خودداری نمایم اما آنچه در برنامه امروز برای شما عزیزان در نظر گرفته‌ام، واژه است که بسیار تا بسیار این روزها مورد استفاده قرار میگیرد به نام آزادی واژه ای که بایستی دقیقا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد قبل از اینکه به واژه آزادی و مفاهیم آن بپردازیم باز هم طبق آنچه تفکر کردم میگویم هر واژه یا هر پدیده که مورد تعریف قرار بگیرد دچار محدودیت می شود و مفهوم واقعی خودش را از دست می دهد. شما وقتی واژه آزادی را تعریف می کنید مفهوم واقعی را از این واژه میگیرید؟ چرا؟ چون این واژه را در یک چارچوب و در یک حصار خاص محدود می کنید در یک چشمنداز کلی ما آزادی رو مورد بررسی قرار میدیم در این چشمانداز کلی دو مقطع رو مورد توجه قرار میدیم مقطع کودکی و مقطع رشد و تکامل و همینطور از نظر اجتماعی در این ارتباط دو واحد رو در نظر میگیریم که باید مورد بررسی قرار بگیره یکی واحد خانواده و دیگری واحد اجتماع ابتدا به واژه آزادی در حریم خانواده میپردازیم در حریم خانواده آزادی چه مفهومی دارد کودکی متولد میشود از آغاز تولدش این آزادی در خانواده برای او محدود می شود و هیچگاه به مفهوم واقعی کلمه این کودک آزاد نیست اگر به طرف آتش برود او آزاد است میخواهد به طرف آتش برود ولی والدین با قره یا کشیدن دست او او را از آتش دور میسازند میخواهد آب بازی کند جلوی او را میگیرند که لباسهایش خیص میشود میخواهد با خاک بازی کند باز آزادی او را سلب می کنند که لباسهایش کثیف می شود هر موردی در ارتباط با این کودک می بینیم این کودک به هیچ عنوان به مفهوم واقعی کلمه آزاد نیست پس چگونه ما قبول داریم که این کودک از آزادی برخوردار است به هیچ عنوان آزادی را ما قالبگیری میکنیم ما میتراشیم به شکل مورد دلخواهمان در میآوریم و بعد آن را مورد ستایش قرار می دهیم. در حالی که به هیچ عنوان آن مفهومی را که به ذهن متبادر میسازد ندارد. این در مقطع خانواده است. در مقطع خانواده نمیتوان فقط به کودکی و کودک اشاره کرد در مقطع خانواده کودک دوست دارد پولهایی را که پدرش به خانه می آورد آزادانه بردارد و برود و خرج کند او دیگر کودک نیست روش کرده است طفل است یا نوجوان است می خواهد راحت و آزاد آن کاری را که دوست دارد بکند می اتومبیل پدرش را بردارد و برود و گردش کند آیا به او اجازه داده می شود نه پس بنابراین آزاد نیست آزادی را از او میگیرن چگونه از او میگیرن با تعاریف یعنی وقتی واژه آزادی را تعریف میکنند آزادی شکل دیگری مییابد در حالی که ما هیچگاه به این محدودیت ها تفکر نمی کنی و اهمیت نمی و آن را پذیرا می شویم که آزادی واقعا همان است که برای ما مقرراتش را گذاشتند یا وضع کردند و بایستی ما آن را رعایت کنیم ما بایستی آزادی را بپذیریم اما وقتی آزادی را میپذیریم و به آن دل خوش هستیم و آن را پذیرفته ایم حقیقت امر هم همان است نه اینجا هست که از نظر روحی و روانی انسان آسیب پذیر می شود انسان دچار کمپلکس یا عقده می شود این عقده ها را کسی نمی بیند کسی حس نمی کند کسی نمی آید تعریف کند ولی همینقدر که ما خواستهی داریم و آن ترکیب خاص از روابط و تعریف خاص از آزادی صدی شده است در مقابل خواسته ما یک نوع ناکامی و یک نوع ضربه روحی و احساسی است که بر ما وارد می شود چه خوب است در اینجا به یک نکته اساسی اشاره کنم نکته بسیار بسیار های اهمیت و متاسفانه در تمام جوامع با حماقتی خاص از کنار آن می گذارم. مثالی هست حتی ممکن است شما هم این مثال را در ارتباط با مطالعاتی که دارید بهش برخورد کرده باشید آمدند برای اینکه در ارتباط با قانون و مقررات نظرسنجی بکنند گفتند شخصی مادرش مریض است به داروخانه می رود دارویی را که دکتر تجویز کرده بگیرد دکتر دارو را از قفسه که در می آورد و جلوی او میگذارد وقتی قیمت آن را می گوید شخص قادر به خرید آن نیست یعنی به اندازه کافی پول نداشته التماس می کند التجا می کند از صاحب داروخانه می خواهد چون جان مادرش در خطر است این دارو را به او بدهد آن شخص به هیچ عنوان پذیرا نیست و میگوید تا پول دارو را ندهی من این دارو را به تو نمیدم شخص ناامید از مغازه خارج می شود به هر دری میزند نمیتواند پولی می تهیه کند وقتی داروخانه تعطیل می شود او دست به سرقت می زند و چون جای دارو برایش مشخص بوده می رود و دارو را بر می دارد و برای مادر می برد و جان مادر را نجات می دهد در اینجا سوالی که مطرح می کنند میگویند آیا بایستی این شخص مورد اف قرار گیرد یا مورد مجازات قرار گیرد در زمانی که این مسئله را مورد بررسی قرار میدهند گاندی زنده بوده است اکثریت بلا استثناء میگویند که بایستی این شخص مجازات شود چون قانون را شکسته است تعداد اندکی میگویند او ناچار بوده و نباید مجازات شود و علیه حال همانها باز اشاره می کنند که قانون شکنی عملی زشته است وقتی از گاندی سوال می کنند او برمیگردد میگوید قوانین را بشر تدوین کرده است و آنجا که انسانیت حکم می کند بایست در قوانین تغییر مناسب داده شود و این شخص نباید مجازات شود این حقیقتا مسئله هست که من از سنین نوجوانی در ذهنم بوده و همیشه فکر می کردم چرا بایستی قوانین غیر قابل انعطاف باشند و نبایستی وقتی یک قاضی در دادگاه در مقام قضاوت قرار گرفته بتواند آنجا که قانون رسانی است و نمیتواند واقعا دردی را از جامعه دوا کند آن را برای مورد خاص مورد تغییر قرار دهد و با تبصره قضاوتی عادلانه داشته باشد ولی متاسفانه علی رغم آنچه تا این لحظه برای شما گفتم هیچگاه و هیچگاه و هیچگاه شما این را نخواهید دید که یک قاضی بیاید و بخواهد قانونی را تفسیر کند و بر آن تفسیری بیافزاید به خاطر اینکه حقانیت را به فردی بدهد که مرتکب جرم از نظر قانونی خشک و بیروح گردیده است اگر انسان است انسان دارای عاطفه و احساس است و بایستی در جایی که میبیند فردی از جامعه عملی انجام داده مخالف قانون ولی او چاره ای جز آن نداشته و در مقابل نجات جان یک انسان مطرح بوده بایستی قاضی حتما حتما در این ارتباط تصمیم را خودش بگیرد نه آن را به قانون خشک و بیروح ارجا دهد بنابراین در ارتباط با آزادی گاهی قوانین و مقررات قدری خشک و بدونه در نظر گرفتن آنکه آنچه را به عنوان قانون تدوین می کنیم برای یک انسان است که دارای احساس، عاطفه و روح می باشد، ما کار خودمان را میکنیم قانون را تدویم می کنیم و میگوییم اگر از این خط قرمز عبور کردی باید مجازات کردی ولی اثرات آن را از نظر روانشناسی به هیچ عنوان در نظر نمیگیریم نمیدانیم با روح انسان ها با احساس انسان ها ما چه کار داریم می کنیم و چه بلایی سر انسان ها می آوریم و هیچ متوقع نباشید وقتی که در خیابان شما یک اشتباه کوچک می کنید و فرزن چرخ اتومبیلتان از خطی که باید نباید عبور کند عبور می کند راننده ای که در بین دو خط دیگر قرار دارد ناگهان به شما فحاشی کند یا بانگ برآورد و بد و بیرا بگوید او از بسیاری از مسائل رنج میبرد و این رنج اوست که موجب ایجاد حالتی دگرگونه در ذهن این شخص نموده وگرنه در حالت عادی و نرمال این شخص شخصی بسیار محترم و بسیار دوست داشتنی هست فریکن می بینیم همین شخص در شرایطی خاص عمل نشان میدهد آنها از اقده های پنهان در زمیر ناخداگاه او نشأت می گیرد. آری اقده هایی که سمره قوانین است و نتیجه آن پس زدن خواسته ها به درون شخص است سرودی میشنویم باز میگردیم در خدمت شما نازنینان این بحث را ادامه میدم با تمام روح و جانم میزه تا یمت خداون با نگاهم با زبانم میزه تا یمت مسیح با تمام روح و جانم میزه تا یمت خداون با نگاهم با زبانم با شکر زبان. جلالی صد و رود بود ملکوت آسمونی آشقونه سیرپاد و رود بر نام ایشا سکلا بر تو خداوند از خداوند تا درود بر نام ایسا سر جلالت رو خدا ور. پر کن از روحت خدا ور. تو مسیحی های در بر. همه ما در دعاوی واسه ایران و کلیسا همه کشورمون رو میسپاریم به دست ایسا ایران در دعایی با کلامش که سلاحه خواهرم این رو یقین دان روز آزادی تو راهه ایران در دعایی با کلامش که سلاحه خواهرم این رو یقین دان روز آزادی تو

کلامش که سلاه خواهرم این رو یقین دان روز آزادی تو راه با سه ایران در دعاییم با کلامش که سلاه خواهرم این رو یقین دان روز آزادی تو راه مجدد خدمت شما نازنینان همان گونه که در قسمت اول برای شما توضیح دادم در یک چشمانداز کلی ما بایستی خانواده و اجتماع رو از نظر تعریف واژه آزادی مورد تفکیک قرار بدیم در رابطه با خانواده که واحد کوچکی از اجتماع هست توضیح مکفی خدمت شما عزیزان تقدیم کردم و در مورد اجتماع اجتماع گستردگی بسیار داره و همان گونه که بارها به این نکته اشاره کردم برای تصمیم گیری های کلی جامعه به هیچ عنوان نمی توان یک قانون خاص مقرر داد. نمونه ساده این مسئله را در یکی از برنامه ها خدمت شما عزیزان گفتم عکس عمل جامعه در مقابل تصمیمات حکومت میتونه متفاوت باشه و من مثالی که برای شما زدم گفتم اگر دولت آمد و نرخ بهره رو افزایش داد اکثریت تصورشون اینه که مردم پولهایی رو که دارند به بانک ها میبرند و به صورت سپرده انجام میگذارند تا بهره آن را دریافت کنند چون سود پسنداز افسایش پیدا کرده ولی کافی است یک شایعه در جامعه منتشر بشه و بگن دولت به خاطر این نرخ بهره را افزایش داده که در حال ورشکستگی است و وقتی شما پولهایتان را در حسابهای پسنداز قرار دادید یا سپرده در آینده وقتی پول خود را طلب می کنید دولت به شما می گوید متاسفانه نمی توانیم پرداخت کنیم و به جای آن شما اوراق قرضه ملی فرزن بگیرید پس می بینیم یک قانون کلی در جامعه نمیتونه مصری باشه و مجری باشه چرا که عکس عمل انسان ها که دارای احساس و عاطفه هستند ممکنه تغییر بکنه ولی در قوانین علمی مثلا فیزیک شما درجه حرارت رو میگید 100 و فشار اتمسفر ۳ و 6 دهم میلیمتر جیوه آب به جوش میاد هر جای دنیا این دو تا شرط رو شما برقرار کنید آب به جوش خواهد آمد ولی در رابطه با مسائل اجتماعی همان گونه که خدمت شما نازنینان عرض کردم به هیچ عنوان شما نمیتونید یک قانون مطلق ارائه بدید حال در ارتباط با آزادی و آن چارچوبی که در هر جامعه آزادی را برای شما محدود میکنه عکس عمل از طرف مردم متفاوته در جوامعی که فرزن هر کس هر چه ناراحتی داره آزاد بر زبان بیاره حتی پارکهایی رو اختصاص میدهند به این که شما بروید اونجا چارپایه بگذارید برید بالای چارپایه سخنرانی کنید مردمی که حرف شما را میشنوند یا جذب میشوند یا به شما بی هستند اگر حرف شما منطقی باشد ممکن است دورور شما جمع شوند و آنها با شما هم صدا شوند آنها برای یک دولتی که برخواسته از میان مردم باشد که چنین چیزی هیچگاه وجود ندارد داخل پرانتز سعی می کند آن دولت خواسته مردم را مورد دقت قرار دهد و در مقررات جر رو تعدیل نماید و تغییراتی را آن جامعه شاهد باشد در جوامعی که دیکتاتوری بر آنها حک فرماست شخصی که اعتراض می کند سر از زندان در میآورد. مورد شکنجه و آزار قرار می گیرد که چرا تو چنین صحبتی کرده ای چرا او را شکنجه می دهند برای اینکه گفتن این نوع مسائل در جامعه قدغن است علت چیست روشن شدن از خانه سایر مردم است پس بنابراین میبینیم آزادی در جوامع مختلف در چارچوب های متفاوت قرار میگیرد در کتابی به نام بازگشت از شوروی آنرژیت اشاره به وضع مردم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در حدود پنجاه سال پیش من این کتاب رو خوندم اشاره میکنه که چه وضعیتی دارن آیا در جامعه ای آنچنان اگر کسانی این کتاب رو مطالعه کرده باشند آزادی واقعا مفهوم دارد یا شما وقتی کتاب 1984 رو مورد مطالعه قرار می دهید و مطالبی را که در آن می میبینید تخیلات یک نویسنده در فرزند چل سال سی سال قبل از اینکه به سال 1984 برسد در ارتباط با آزادی چگونه است و بعد میبینید آنچرا که او گفته برای محدود کردن آزادی افراد جامعه مورد استفاده قرار گرفته است چگونه باید پذیرا باشید که این نویسنده آنطور که در خود کتاب و در مقدمه کتاب آماده است خواسته به مردم هوشیاری بدهد و آنان را آگاه سازد در صورتی که این یک دروغ محض می باشد او خواسته است دولت را آگاه کند که در آینده چگونه آزادی را از مردم سلب کند و در ضمن خواننده این کتاب اگر پس فردا یکی از مواردی که در آن کتاب ذکر شده در ارتباط با جامعه اعمال گردید شوکه نشود قبلا شنیده بوده است که هر کس مثلا از دروازه شهر میخواهد عبور کند بایستی یک توسری بخورد و بعد رد شود ابتدا میگویند چند وقت بعد آن را عملی میسازند بنابراین این همان گونه که آندرژید مثلا در بازگشت از شوروی میگوید آنان در شوروی پارچه ای را که به عنوان تنپوش مورد استفاده قرار می دهند در از نظر کیفیت در حد گونی می باشد ولی آنها به دلیل تبلیغات فکر می کنند بهترین پارچه دنیا را از نظر کیفیت به تن دارند یا در جایی که الکساندر سورجینستین در کتابی به نام به زمامداران شوروی اشاره می کند که نمایشگاه های بین المللی جنایی نه برای این است که جنایت کاران را بتوانند به راحتی دستگیر کنند بلکه برای این است که بتوانند آزادی خواهان را دستگیر کنند بایستی پذیرا باشیم تئوریسین های سلب آزادی برای کنترل جامعه و برای اینکه سردمداران هر کشور به راحتی بتوانند حک فرمایی کنند دائما مشغول تنظیم تئوری ها و ارائه ایده های جدیدتر می باید. بنابراین آنچرا که شما امروز در هر ای تحت عنوان آزادی از آن نام میبرید واقعا نقابی است که بر چهره زشت دیکتاتوری گذاشتن حقیقت امر در جامعه این است که آزادی وجود ندارد آزادی مطلق آنچه که آزادی در هر جامعه به آن نسبت میدهند فقط و فقط چارچوب تعریف شده است برای کنترل رفتار انسان ها بنابراین اگر ما در یک واقعیت کامل بخواهیم مسئله آزادی را مورد بررسی قرار دهیم بایستی پذیرا باشیم اگر شخصی امروز دوست دارد لخت مادرزاد به خیابان آید هیچ کس نباید جلوی او را بگیرد مگر نه اینکه آزادی است مگر نه اینکه انسان آزاد آفریده شده پس چرا اجازه نمیدن؟ علت این است که آزادی را تعریف کردن و همان گونه که در آغاز سخن برای شما عزیزان گفتم هر واژه یا هر پدیده که مورد تعریف قرار گیرد واقعیت خود را از دست می و مانند تابلوی ای چون زمان قدیم تابلوها دو نوع بودند یک نوع نقاشی بودند یک نوع چاپ شده از روی نقاشی اصلی بودند که به آنها میگفتند باسمه حال این نوع آزادی را باید آزادی باسمه ای نام بگذاریم چون آن تابلوی حقیقی که در ذهن ما هست رنگ روغن تازه دارد اثر شاهکاری از احساس است که در ذهن انسان متبلور می شود و شکل می گیرد در حالی که در این تابلوی باسمهی ای که در تمام جوامع بلا مورد استفاده قرار میگیرد. از واقعیت و رنگ و تازگی هیچ نشانه ای نخواهید یافت ولی با تمام این مسائل در را خوش می داریم که ما آزاد هستیم و برای رسیدن به برخی از آنچه که به عنوان آزادی در جوامع دیگر مورد تعریف قرار گرفته است در جامعه مانند کشور خودمان جان خود را به خطر می اندازیم. آیا به نتیجه خواهیم رسید مسلما ما بردگان دوران معاصر حد اکثر آنچه را به دست می آوریم آن یوغ بندگی است که ادهی بر بالای سر ما بر ما نظاره می کنند قوانین را تدوین می کنند و ما را در مسیرهای مختلف به حرکت در میآورند اما عزیزان تمام این مسائل گفته شد برای آنکه به این نتیجه برسم امروز در مملکت ما آزادی در حد اقل ممکن وجود دارد و اگر نسبت به کشورهای غربی بخواهیم آزادی داخل کشورمان را مقایسه کنیم اگر آزادی ما یک است آنها آزادیشان صد است چرا برای اینکه همان کسانی این که آزادی را در جوامع مترقی تعریف کردن ذلت و خاری را برای جامعه ما برمغان آوردن و آزادی های مردم کشور ما را گرفتند مشکل ما دخالت بیگانگان در حکومت کشور ما هست در دوره پهلوی و در زمان محمد رضا شاه بزرگ آریامه ملت ما از آزادی در حد کشورهای مترقی برخوردار بود ولی با دخالت دولت بریتانیای لجن آزادی های ملت را گرفتند و به این روز درآوردند مقررات جامعه ای را که میبینید و حال مردمی که بسیار تا بسیار هوشیار هستند و آگاه هستند و میدانند در بازی های سیاسی آنها را میزنند صدمه میبینند و میدانند تا خود آنها نخواهند این آنچرا که آنها در طلبش هستند به آنها نمیدهد حضور نافشکن ابراهام لینکلن یا ستا نافشکن دیگر در خلیج فارس یک بازی یک بازی سیاسی بیش نیست و مردم کشور ما میدانند آگاه هستند و دستاویز بیگانگان قرار نمیگیرند آنچه که مسلم است حکومت انگلیسی اسلامی ایران در حال حاضر نهایت شقاوت رو در ارتباط با خواسته های مردم به کار میبره و بعد در نهایت وقاحت سردمداران آن حکومت به پشتوانه و پشتگرمی دولت بریتانیا آنچه که دوست دارند میآیند و میگویند و از خود تعریف میکنند جای تعصف است که ملل مترقی دنیا آنچه را که بر جامعه ای مانند ایران با مردمانی بسیار هوشمند با فراست و کیاست میبینند که با آنان چه میکنند سکوت می کنند و مردم کشورهای مترقی هیچگاه به طرفداری از مردم ایران بر نمی چرا؟ چون آنها را نیز با های قوانین و مقررات در مسیرهای خاص قرار دادند آنقدر آنها را سرگرم نمودند که به فکر زندگی روزمره خود باشند دادن موبایل به دست آنها و برنامه ریزی دقیق از سوی مؤسسه تاویستاک برای اینکه جریان فکری جوامع را در مسیر مورد نظر آنها قرار دهد بسیار تا بسیار پیشرفته است و آنان به راحتی میدانند که با مردم جوامع مختلف چگونه رفتار کنند آزادی واژه مسخره که بسیاری در پی آن می باشن. من در اینجا آزادی بیان دارم واقعا حقیقتی است که ملموس است آنچه را که در ذهنم تجزیه و تحلیل می کنم پرورش میدهم به راحتی اینجا بیان میکنم آیا در تمام رسانه ها همین حالت وجود دارد امکان ندارد شما میدانید و من هم میدانم بسیار تا بسیار متفاوت است تعریف آزادی در این رسانه و در رسانه های دیگر پس میبینیم در دیدگاه ما به جامعه آزادی تفاوتهای بسیاری را میتواند نسبت به سرزمینی نسبت به مردمانی خاص داشته باشد آیا در ارتباط با جوامع این قوانین و مقررات میتواند تواند کمپلکس و عقده های روحی برای جامعه ایجاد کند همان گونه که در ارتباط با خانواده به آن اشاره شد جواب چیست جواب مثبت است می میخوایید می خواهید مثالی بدانید این مثال باز می گردد به طول عمر من در سنین نوجوانی که هنوز حکومت محمد رضا شاه پهلوی آنچنان در جامعه اثرگذار نبود یعنی آنکه به مرور و گام به گام داشت پیش می رفت تا فرهنگ مردم را تغییر دهد بنده در سن شانزده سالگی یا چهارده سالگی ناظر بودم وقتی که دو تا اتومبیل با هم برخورد می کردند رانندگان دو اتومبیل پیاده می شدند به یکدیگر فوش می دادن و هر کدام تقصیر را به گردن دیگری می و حتی کوککاری میکردند. می کردند هم بیکار به طرفداری این راننده ادعی بیکار به طرفداری آن راننده ناگهان می دیدید که یک زد و خورد عمومی برپا شده است ولی همین جامعه که آن کمپلکس ها آن عقده های روانی را در سن شانزده سالگی بنده داشت در سال پنجا و وقتی دو تا اتومبیل با هم تصادف می کردن به راحتی رانندگان پیاده می شدند و منتظر می شدند تا افسر راهنمایی بیاید و در ارتباط با مشخص کردن مقصر نظر بدهد و نه فحشی نه زد و خوردی به هیچ عنوان در کار نبود و حتی در 16 سالگی بنده وقتی دو اتومبیل میخواستن از یک تقاطع بگذرند چنان با سرعت میرفتند که هر دو میخواستن زودتر عبور کنن به همدیگه برخورد میکردن و تصادم میکردن هر حالی که در سال 56 بنده ناظر بودم وقتی دو اتومبیل به یک تقاطع میرسیدند به یکدیگر تعارف میکردند که شما اول بفرمایید عبور کنید یعنی ای که در شانزده سالگی بنده دوچار عقده و کمپلکس بود در سن سی سالگی بنده یعنی چهارده سال بعد من به راحتی میدیدم که به هیچ عنوان آن مسائلی را که در سنین نوجوانی دیده بودم شاهد نیستم چرا برای اینکه باز قوانین و مقررات موجب شده بود که مردم فهم و آگاهی و شعورشان رشد کند و دریابند چگونه بهتر میتوانند زندگی کنند متاسفانه ما بعد از سقوط رژیم شاهنشاهی امروز بازگشتی داریم به سوی عقب به جای اینکه پیشرفت کنیم شما امروز هم شاهد هستید که در جامعه ما وقتی تصادفی رخ میدهد دو نفر باز به جان یکدیگر میافتند و یکدیگر را خونین و مالین میکنند که تو مقصر بودی و آن دیگری میگوید تو مقصر بودی خب چگونه است این احوالات جز آنکه اشتباهات یک حکومت و تعالیم مخربی که از مفهوم از مفهوم یا مفاهیم اجتماعی به مردم ارائه شده است موجب این امر شده و آیا اینجا نیز آزادی است که وقتی دو نفر تصادف می کنند با یکدیگر جلاویز شوند و یکدیگر را بزنند قانون قانون جنگل است آنکه زورش بیشتر است خواه ناخواه ضعیفتر را له و لورده خواهد کرد و ادهی هم نظاره خواهد ظلم میکنند در چارچوب قوانین و مقررات دختری روسریش اندکی عقب است به دلیل زیباییش او را دستگیر میکنند مردمانی بی خیال می نظاره می کنند. در حالی که اگر اندکی فکر کنند و آن دختر را خواهر یا دختر خود یا مادر خود بدانند یا زنی را مادر خود بدانند بایستی جلو بروند و نگذارند یک معمور بیشعور موجب آزار دختر گردد و او را ور دارد ببرد و معلوم نیست چه بلایی بر سر او خواهند آورد پس باز می گردیم به یک نکته اساسی علا رقم این که این تعاریف محدود کننده مردم جامعه هستند خود مردمان یک جامعه به دلیل آنکه نمیخواهند تفکر کنند بیاندیشند به جامعه خود لطمه وارد می کنند و برای هممیهنان خود نمیتوانند مسمر سمر واقع شوند و فایده ای داشته باشند علت چیست علت در نهایت آن کار روانشناسی و جامعه شناسی هست که بر روی افکار یا اذهان من و شما و دیگران شده است اگر از مؤسسه تابیستاک نام میبرم و از گوشی های به قول خودشان اسمارت یا هوشیار نام میبرم به خاطر این است که بدانید با همان پست هایی که در داخل موبایل های شما به نظرتان میرسد ذهن شما را فکر شما را در مسیر خاص قرار میدهند که این گونه نسبت به آنچه در کنارتان میگذرد بی می باشید آنان دقیقا میدانند با تبلیغاتی سو چه با ذهن و فکر شما انجام دهند اگر به خاطر داشته باشید در یکی دو برنامه پیشین اشاره کردم و گفتم اگر ما برای خودمان حرمت قائل نباشیم چگونه انتظار داریم بیگانگان برای ما حرمت قائل شوند در برنامه های گذشته اشاره کردم که فلان فیلسوف یا فلان دکتری که تز دکترای خود را میخواست ارائه دهد و دانشنامه خود را بگیرد در مورد خلق خوی ایرانیان آنچه نسبت زشت بوده است به ایرانیان داده است که آنها دروغگو هستند ریاکار هستند متظاهر هستند و و, و و و و و آمدم برای شما گفتم این نوع پست ها را گزارندش را مورد تهدید قرار دهید و به او پرخاش کنید به او اعتراض کنید میدانید با چه چیز برخورد کردم به جای این گونه پست ها اخیرا با اشعار آنچنانی که به ملت ملت ایران توهین بشود به میدان آمدند شعری تحت عنوان بس که این ملت خرست را پست می کنند و مردمی ناآگاه مردمی بدون تفکر بدون تعقل نه مطالعه میکنند، نه به حرف کسی گوش میکنند، این پست را مانند برگه زر به خاطر فقاهی بودنش از یک کانال به هزاران کانال ارسال می نماین و ما می پذیریم خیلی خریم آیا؟ مردمانی باهوش که بزرگترین دانشمندان پزشکان جراحان همین آمریکا از ایرانیان هستند باید جزو آن ملت هستند باید خر خطاب شوند شرم بر شما ننگ بر شما که از هر راهی میخواهید ملت را به این امر بادار کنید که بپذیرند انسانهایی پس کوچک هستند عزیزان این پست ها را حذف کنید به ارسال کننده آن اعتراض کنید تا برنامه دیگر و سخنی دیگر با شما نازنینان مهرورزان عزیزان به درود میگویم و برای یکایک که شما نازنینان در جای جای جهان پهناور آرزوی سلامتی و شادکامی دارم موفق باشید خدا نگهدار